اسناد جدید ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که شبکه الجزیره به دستور حماس پوشش خبری خود را بر اساس منافع این گروه تنظیم کرده و از نمایش انتقادات علیه آن جلوگیری کرده است. این اسناد ابعاد تازه‌ای از همکاری میان حماس و رسانه‌های قطری را نمایان می‌سازد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. اسناد جدید ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که شبکه الجزیره به دستور حماس سیاست‌های خود را در راستای منافع این گروه تنظیم کرده و به پوشش خبری گزینشی پرداخته است. این اسناد ابعاد جدیدی از ارتباطات میان حماس و رسانه‌های قطری را آشکار می‌کند. آبیخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، به تازگی مجموعه‌ای از اسناد را منتشر کرده که نشان می‌دهد حماس به الجزیره دستور داده تا از پوشش حوادث منفی و انتقادات جلوگیری کند. به عنوان نمونه، الجزیره موظف بوده است تا از واژه کشدار در پوشش حادثه جبالیا استفاده نکند و از پخش تصاویر تکان دهنده خودداری نماید. این اسناد همچنین به درخواست حماس برای ایجاد یک خط ویژه الجزیره اشاره دارند که به منظور برقراری ارتباط محرمانه در شرایط اضطراری طراحی شده است. این اقدام نشان دهنده هماهنگی میان حماس و الجزیره در زمینه پوشش خبری است. حمایت قطر از حماس که شامل پشتیبانی مالی و سیاسی نیز می شود، به ویژه در دوران تنش‌های اخیر بیشتر شده و دوحه به دنبال تقویت نقش خود به عنوان میانجی در تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. این مسائل می تواند تأثیرات عمیقی بر نحوه پوشش خبری و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره تحولات منطقه داشته باشد. همراه میشیم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، با توجه به اسناد افشا شده، چه تأثیری بر اعتبار رسانه‌ها و پوشش خبری در بحران‌های منطقه‌ای دارد؟ خب بله، ببینید، به موازات جنگی که در منطقه برقرار هستش بین اسرائیل و حماس و لبنان، در واقع یک جنگ رسانه‌ای هم در جریان هست، یک واقعیتیه. به هر حال جنگ امروز ابعاد متعددی گرفته و ناگزیر جنگ رسانه‌ای هم بخشی از یک جنگ هستش. چرا جنگ رسانه‌ای امروز یک بعد از جنگ شده، جنگ فیزیکی شده؟ به دلیل اینکه هر طرف مایل هستش روایت خودش رو منتقل بکنه به مخاطبان. در واقع جنگ روایت سازی است. هر کسی میخواد بگه روایت آن است که من میگویم. خب در این میان کشور قطر یک موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده. ببینید، قطر هم مقر فرماندهی حماس هستش، آنچنان که میدانید فرماندهان ارشدش، حتی همین آقای اسماعیل هنیه و دیگران و دیگران در قطر مستقر هستند. دوم اینکه در پیش از این جنگ مبالغ بسیار هنگفتی، بسیار بسیار هنگفتی از سوی قطر به حماس داده میشد برای مدیریت اونجا، چون اونها که خودشون درآمدسازی نداشتند، منابع هم نداشتند، و خب اینها هم استفاده شد برای اینکه اون تونل های زیرزمینی ساخته بشه. غیر از اینها هم امپراتوری خبری الجزیره که در اختیار قطر هست هم بر کسی پوشیده نیست. امپراتوری بسیار بزرگی است، کل جهان عرب رو تغذیه میکنه در بخش الجزیره عربی، و البته بخش الجزیره انگلیسی هم توانسته در میان این همه تعداد رسانه انگلیسی زبان جا باز کنه، یعنی مخاطبانی هم انگلیسی زبان هستن باز به الجزیره انگلیسی گوش میدهن تا اینکه مثلا رسانه های دیگه‌ای که معروف هستن.
پس قطر احساس میکنه که خیلی ابزارها در دستشه، توان مالی داره، استقرار نیروهای حماس مثل طالبان هم در همینجا مستقر، در قطر مستقر بودن، و ابزار چانه زنی داره. یعنی در کلیت اینکه ابزار چانه زنی داره، خب روابطش با آمریکا بسیار حسنه هستش. در این میان طبیعتاً موزگیری الجزیره کاملا به سویی بودش که در مخالفت 100% با اسرائیل بوده. اسرائیل هم از این مسئله بسیار بسیار ناخرسند بوده، بسیار از این مسئله شکایت داشته و خواسته بگه که الجزیره در واقع استقلال خودش رو نداره. بله. متقابلا همین اتهام هم به کانال‌های اسرائیلی زده میشه. خب طبیعتا بسیاری از اونها هم این که بگیم داره استقلال رأی هستن نیست. پس معناش چیه؟ معناش اینکه ما در میان یک جنگ روایت ها هستیم. حالا در میان این جنگ روایت ها اسرائیل اسنادی رو افشا کرده، آنچنان که شما گفتید که حماس داره سرنخ میدهد یا فرمان میدهد یا هدایت میکند که الجزیره چه بگوید چه نگوید. اینجا خب این ضربه بدیست برای الجزیره، اما الجزیره هم مدعی هستش که اولا این اخبار خیلی وثوق نداره، دوم این که اگر هم برخی از اونها وثوق داشته باشه، تخطی فرد منصوبشون در بخش کرانه غربی بوده است که یه همچین رابطه‌ای برقرار شده، نه اینکه کل حاکم، کل مدیریت الجزیره به اون پهناوری در اینجا این اراده رو داشته باشه. من دارم میگم که اختلاف نظرهای وجود داره که در مقام قضاوت نیستم. به هر روی این بحران به جایی منتهی شد که در تصاویر هم نشون دادید دفتر الجزیره در کرانه باختری رو بستند، اسرائیل بستش و وضعیت اون رو در واقع به حالت تعلیق در آورده. مسئله تعلیق یعنی این که اگر که این رویه بهبود پیدا بکنه، شما میتونید کار خودتون رو انجام بدید، ولی به نظر نمیرسه که الان بخواد اجازه بده که این برگرده. به هر حال یک دعوای رسانه ایست، همونطور که به شما گفتم جنگ روایت ها باید این رو توصیفش کنیم. سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین‌الملل از لندن.